خودمون، نه ضرورتا به ترتیب جای دیگه، به ترتیب خودمون. خب روایت کنیم به ترتیب خودمون، ضرورت نداره که ما عین اونا بشیم. ما به ترتیب خودمون میتونیم روایت بکنیم. بسیار عالی. یک سوال دیگه خیلی کوتاه بذار برید. عذرخواهی میکنم استاد، ببخشید من یه سوال دارم. این که آسان نمیتونی بیشتر داشته باشی. آره دیگه آقا خیلی خوب بود. نه یه جوابش یه کلمه هم هست آخه. توی آثار ما مثلا آثار سعدی، حافظ، مولوی، بوستان، گلستان، کتابای ما، به نظر خود شما کدوم یکی از اینها جنسش سینمایی و یک منبع اقتباس میتونه بشه برای ما؟ شما دنبال راه کوتاه میگردید. من میخوام بگم فرهنگ ایران خیلی استعداد داره واسه اینکه شما بتونید حرف بزنید با ابتنای به این فرهنگ، اونم در مقیاس جهانی. خیلی استعداد داره. اما شما دنبال راه کوتاه میگید، میخواد مثلا مثنوی رو قلفتی بیارید توی فیلم. دارم عرض میکنم دیگه، میخواد قلفتی بیارید از یک جهت هیچ کدوم، از یه جهت همش. بستگی داره شما چیکار میخواد بکنید. بسیار عالی. ما واقعا وقت نداریم چون ورکشاپ بعدی هم بلافاصله شروع میشه و آقای اسکویر هم دیدم که اومدن. خیلی تشکر میکنم از شما. تو این مسیری که جناب مهندس میرن شاید بتونید چند تا سوالاتتون رو بپرسین، البته با اجازه ایشون وقت بذارن در مسیر. این لطف رو به ما و به شما میکنن. من مجبورم که رسمیت جلسه رو خاتمه بدم در این تایم به علت اینکه بله ورکشاپ بعدی در راه. خیلی ممنون از جناب مهندس بهشتی و شما تا ساعت 5:30. پروفسور آندره بدنارک، دکتر محمد دهقانی، سعید عقیقی، یوسف کارگر، حسین جعفریان، مجید برزگر، بهرام دهقان، پیتر موردما، مهندس سید محمد بهشتی، مهرداد اسکویی، جیپسی چانگ، هادی مقدم دوست، سهراب نوربخش، آرش قاسمی، عبیر هاشم، شهرام مکری، رخشان بنی اعتماد، مهدی جعفری و کاوه سجادی حسینی. 20-34 34مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران.